به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم وگر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارد زمان با داغ دوری تو، گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگاره. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی. بسم الله الرحمن الرحیم. غم مخور از شام هجران، شاه خوبان میرسد. غم مخور از شام هجران، شاه خوبان میرسد. غیبت آن یوسف کنعان به پایان میرسد. بگذرد ایام هجران، میرود دوران فصل، نوبت دیدار و وصل روی جانان میرسد. صبح صادق میدمد از مغرب ملک زمین، آن فروغ و پرتو خورشید رخشان میرسد. فصل رویش میرسد بر چرخ گردون زمان، فصل رویش میرسد بر چرخ گردون زمان، نو بهاران و شکوفایی دوران میرسد. جور اعدا تا ابد هرگز نمییابد دوام، آن یگان منجی خلق مسلمان میرسد. آخرین دردانه از نسل بزرگ انبیا، آن نهایت رحمت یزدان به دوران میرسد. قطب عالم واسط حق، حجت حق در زمین، آن وفور نعمت و لطف فراوان میرسد. چشم تو روشن شود، چشم تو روشن شود از دولت دیدار یار، چشم تو روشن شود از دولت دیدار یار. هان بدان ای عاشق غم دیده، درمان می رسد. به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون
اتفاق چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، یا انتقام خدا رو بگیم. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار. چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. مسرورم از این که خداوند یک بار دیگه به بنده حقیر توفیق داد تا در محضر شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت در سراسر این کره خاکی باشم. از این لحظه من و تمامی همکارانم در شبکه جهانی ولایت که پشت دوربین ها هستند و شما اونها رو نمی بینید، با شما همراه خواهیم بود و امیدواریم که این توفیق رو ما داشته باشیم که تا پایان برنامه گامی به سوی ظهور نگاه محبت آمیز خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. انشاءالله که ما بتوانیم در این برنامه نکاتی رو محضر شما تقدیم بکنیم که مورد علاقه شما و مورد نظر شما باشه و همچنین به سوالات و شبهاتی که در ذهن مبارک شما خدای نکرده در رابطه با مباحث مختلف شکل گرفته و هنوز جوابی برای اونها پیدا نکردید انشاءالله بتونیم پاسخ بدیم. ما امشب در محضر استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی کلباسی خواهیم بود که هنوز به استودیو نرسیدند و انشالله به محضی که به استودیو برسند وارد استودیو خواهند شد و ما محضر این بزرگوار عرض سلام خواهیم داشت. اما موضوعی که ما چند هفته با اون موضوع در محضر شما بینندگان عزیز و گرامی بودیم، هرچند به دلیل ویژه برنامه ای که ما به عنوان بهشت موعود داشتیم و این ویژه برنامه رو با حضور استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی محضر شما در رابطه با مهدویت تقدیم کردیم، شاید یکی دو هفته وقفه ای در برنامه گامی به سوی ظهور افتاد. اما بحثی که ما داشتیم بحث آثار غیبت و فواید امام غائب بود، شبهه‌ای که امروزه زیاد درباره اون شما مطلب میشنوید که اگر امامی هست و اگر امام ما باید همه مسائل دینی و دنیوی ما رو ساماندهی بکنه، حالا چطور امامی که در غیبت هست توان یک چنین کاری رو داره؟ این سوالی است که به انواع مختلف در شبکه‌های مختلف و توسط افراد مختلف مطرح میشه. البته بعضی از این افرادی که سوال میپرسند به دنبال جواب هستند و این هیچ اشکالی نداره، انسان باید سوال بکنه، جواب بگیره تا اعتقادات خودش رو هرچه بیشتر محکم بکنه. ولی به خیلی از این افرادی که این سوالات رو مطرح میکنن، مخصوصا در شبکه‌های ماهواره وهابی، به دنبال این هستند که در ذهن شما عزیزان بیننده، چه شیعیان عزیز چه عزیزان اهل سنت،
شبهه ای رو ایجاد بکنن که باعث تضعیف اعتقاد ما نسبت به مهدویت بشه. ما بارها محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض کردیم بحث مهدویت و اعتقاد به حضرت مهدی به عنوان خلیفه دوازدهمی که پیامبر اعظم خدا اون رو وعده داده بودند بین شیعه و سنی مشترک هست و همه عزیزان نسبت به این مسئله اعتقاد مشترک دارن. اما مباحثی که ما در این رابطه محضر شما در جلسات قبل تقدیم کردیم رو من کوتاه دوره می کنم تا انشالله بعد از اون محضر استاد بزرگوار باشیم و مباحث رو پیگیری بکنیم. ما در رابطه با فواید وجود امام غائب نکاتی رو محضر شما عرض کردیم. اولین نکته ای که محضر شما عرض کردیم این بود که برای این که ما بتونیم وارد این بحث بشیم باید مفهوم غائب بودن امام رو بدانیم. آیا این که ما میگوییم امام غائب است به این معناست که امام از بین ما رفته اند، در آسمان ها هستند یا در یک دنیای دیگری زندگی می کنند یا به این معناست که در بین ما هستند اما ما امام رو نمی بینیم یا امام رو می بینیم و نمی شناسیم؟ محضر شما عرض کردیم که از جمیع روایات ما این نتیجه رو می گیریم که امام در روی زمین زندگی می کنند، بین خود ما زندگی می کنند، یا ما امام رو میبینیم و توان شناختن امام رو نداریم یا اینکه چشم ما از دیدن امام قاصر هست. پس امام در بین ما هستند ولی ما امام رو نمیبینیم ولی امام ما رو کاملا میبینند و اعمال و رفتار و کردار ما هم مورد نظر امام هست. یک بحث این بحث بود که البته با ادله مختلف محضر شما تقدیم شد، من کوتاه محضرتون عرض کردم. دومین مسئله که محضر شما در مقدمه این بحث تقدیم کردیم این بحث بود که علم انسان محدود هست. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که تمام علوم رو یاد گرفته یا بشر به تمام علوم رسیده. خداوند متعال هم در سوره اسراء آیه 85 اینطور می‌فرماید که از دانش جز اندکی را به شما ندادیم. و بعد از اون گفتیم آیا عدم علم دال بر عدم فایده هست؟ اگر انسان ندونه که چیزی آیا فایده ای دارد یا ندارد و علم به این موضوع نداشته باشه، این باعث میشه که اون چیز فایده ای به انسان نرسونه. این هم باز نکته دیگری بود که در رابطش با شما صحبت کردیم. نکته بعدی باز در رابطه با سابقه غیبت حجج الهی با شما صحبت کردیم. در جلسات گذشته به شما گفتیم این قضیه برای اولین بار اتفاق نیفتاده و سابقه داشته، حجت‌های الهی در پرده غیبت قرار گرفته بودند. گفتیم حضرت خضر، حضرت موسی، حضرت یونس، حضرت عزیر، حضرت ابراهیم، حضرت صالح، حضرت ذوالقرنین و بسیاری از حجج الهی دیگری که در پرده غیبت مدت زمانی رو پشت سر گذاشتند و این قضیه برای اولین بار در تاریخ بشریت اتفاق نیفتاده. نکات دیگری رو هم ما مطرح کردیم، از جمله این که این پرسشی که امروز اینقدر بهش پرداخته میشه و اینقدر روی این پرسش مانور داده میشه آیا امروز مطرح شده یا اینکه در زمان پیامبر خدا هم مطرح بوده. ما روایات مختلفی را آوردیم که این سوال از خود پیامبر شده که با توجه به اینکه حجت دوازدهم در پرده غیبت قرار میگیره چطور بشریت رو هدایت میکنه و پیامبر به این سوال پاسخ دادند و پاسخهای پیامبر رو هم محضر شما تقدیم کردیم. اما نکته آخری که من قبل از این که انشالله بریم میان برنامه‌ای رو ببینیم، به من گفتن حضرت استاد هم الان در رژی تشریف دارند، این بحث بود که گفتیم در بحث فواید امام غائب یک تفاوتی رو ما باید بین شیعیان و عزیزان اهل سنت قائل بشیم، چرا که شیعیان در رابطه با امام این اعتقاد رو دارند که هدایت باطنی و ظاهری به دست امام هست ولی عزیزان اهل سنت هدایت باطنی رو به معنایی که شیعه قبول داره قبول ندارند و
امامت رو در رتبه ای بسیار نازلتر و پایینتر قبول دارن و عنوان اون رو خلافت میگذارن. این نکاتی بود که ما در جلسات گذشته عرض کردیم، البته در رابطه با فواید امام غائب هم با شما صحبت کردیم و چند فایده رو برای شما تقدیم کردیم. یکی از فایده ها امان اهل زمین بودن بود، یکی واسطه فیض الهی و پاسداری از آیین خدا، و نکات دیگری که اگر اجازه بفرمایید بعد از اینکه حضرت استاد به استودیو آمدن، من از خود استاد خواهش کنم که کوتاه در رابطه با مباحث قبلی نکاتی رو محضر شما تقدیم بکنن و بعد از اون ما بحث امروز خودمون رو آغاز بکنیم. انشالله که خداوند به هممون توفیق بده این انتظار سبزی که در رسیدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف داریم روزی به عرصه ظهور برسه و با نگاه خودمون و با دلهای خودمون انشاءالله همراه بشیم با حکومت حق علوی و انشاءالله ببینیم اون حکومت عدل مهدوی رو. سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد از دقایقی محضر شما خواهیم بود. به طه به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما مطیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد به دوریز اولاد زهرا نیرزد و این زندگانی فانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری اگر مخلصانه گرفتار یاری اگر آبرو میگذاری به پایش یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت چند دازه در ندبه ها زاری آهی به شانه کشیدی غم سینه اشراف و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست اگر بیقراری بدان یار یاری و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته مبادا به دوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی به زلف سیاه و پریشان مهدی به قلب رعوفش که دریای داغ است به چشمان از غصه گریان مهدی به لبهای گرم علی یا علیش به ذکر حسین و حسن جان مهدی به دست کریم و نگاه رحیمش به چشم امید فقیران مهدی
به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی. اللهم عجل ولیک الفرج. خب ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با برنامه خودتون گامی به سوی ظهور همراه هستید و در این فرصتی که شما میان برنامه زیبایی رو میدیدید، حضرت استاد کلباسی به استودیو تشریف آوردن و من محضر استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بیننده عرض سلام دارم و اعیاد ربیع رو هم به همشون عرض تبریک. بزرگواری به همچنین ما هم محضر شما تبریک میدیم و فردا هم که یعنی امشب شب سالگرد ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم هست که مقدم این خیر و این برکت را هم به این شهر تبریک میگیم، هم به اهل قم و هم به همه محبان اهل بیت و شیعیان. بسیار متشکرم. اما شما بینندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه گام به سوی ظهور همراه هستید، حتما مستحضر هستید ما در بخش اول برنامه که مباحث کارشناسی رو تقدیم حضور شما میکنیم، شما میتونید با پیامک شبکه جهانی ولایت که دوستان زیرنویس میکنند در رابطه با مباحثی که ما در حال صحبت هستیم، نکات مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید، سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید. بحث ما فواید امام غائب هست و انشالله امشب مباحثی در این راستا رو محضر شما تقدیم خواهیم کرد. انشالله شما همراه باشید، سوالات خودتون رو بپرسید. من هم به شما قول میدم که سوالاتی که به دست من میرسه در پرتو سوالاتی که از حضرت استاد میپرسم انشالله از محضر ایشون خواهم پرسید و استاد هم پاسخ خواهند داد. در بخش دوم هم که مثل همیشه صدای گرم شما رو به وسیله تلفن خواهیم شنید و سوالات شما به صورت حضوری در اصل محضر استاد بزرگوار تقدیم خواهد شد. اما استاد بزرگوار، خب مباحثی رو ما در رابطه با فواید امام غائب در جلسات گذشته داشتیم، البته یکی دو هفته به دلیل ویژه برنامه ای که ما از 9 ربیع الاول داشتیم در رابطه با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این برنامه تعطیل شد. اما من خواهش میکنم که کوتاه در رابطه با فواید امام غائب بفرمایید تا به مباحث امروز وارد بشیم. بله، البته بنده در رژی که بودم خلاصه رو حضرت عالی فرمودید، من هم عرض کردم. بله، من هم بسیار فشرده عرض میکنم که ما اولا این معنای غیبت را باید بهش توجه داشته باشیم که وقتی میگیم امام غائب، نه امامی که نیست. بله. امامی که هست برای ما ناشناخته است. و دوم این که هر چیزی که غائب است، حالا به همین معنا، این به این معنا نیست که بی اثر هم هست و ما فراوان مصرح در آیات قرآن
موارد بسیاری داریم که اینها از چشم و نظر ما غائبند ولی منشأ اثر است. بله. ملائکه ما نمی‌بینیم اما منشأ اثر است در ثبت اعمال، در حفظ انسان و در موارد مختلفی که این همه در بله. آیات قرآن هست و فکر نمی‌کنم که هیچ مسلمانی بتواند اینها رو انکار بکنه مگر اینکه قرآن رو قبول نداشته باشه. درست. و نکته سوم این که ما وقتی که سخن از امام میگیم این غیر از یه بحث یک شأن ظاهری و عنوان به اصطلاح عمومی است که برای همه مردم دنیا شناخته شده است، این غیر از اونه. ببینید ما یه وقت امام رو مساوی با حاکم میگیریم. بله. خب این معنایی است که همه به اصطلاح مردم معمول دنیا خب معناشو میفهمن. درست. هر کشوری پیشوایی داره، هر مذهبی پیشوایی داره، نمیدونم یک امیری هست، یک پادشاهی هست، یک رئیس جمهوری هست، یک نمیدونم ارزم بزرگ شما که عناوین دیگری که در این باب وجود داره. ولی اون امامی که در مکتب اهل بیت و البته مستند به آیات قرآن ما بهش رسیده ایم اینه که این امام خلیفه خدا روی زمین است، یعنی علاوه بر این که جانشین پیامبر هست خلیفه خدا روی زمین است و مقتضای جمله انی جاعل فی الارض خلیفه که جمله اسمیه دال بر ثبوت استمرار هست اینه که خداوند هر زمان بر روی زمین خلیفه دارد، حالا یا امامیست حاضر بله. یا امامیست ناشناخته. ناشناخته به این معنا که ما شخصش رو نمیتونیم بشناسیم. بله. ولی این یک ضرورت وجودیست بر روی زمین. این نکته رو ما بایستی خیلی بهش توجه بکنیم، چون اگر ما شأن امام رو در رتبه حاکمان و افراد معمولی که حالا به هر شکلی به قدرت میرسن ما شأن امام رو در اون حد پایین بیاریم، هرگز یه چنین مقوله هایی درباره اونها اصلا روا نیست. بله. یعنی اونها یه آدم هایی هستن خب مثل آدم های دیگه. درسته. حالا دری به تخته میخوره، شرایطی پیش میاد، یکی قدرت پیدا میکنه. اما اون امامی که ما میگیم یک امام منصوب از جانب خداست، دارای سمتهایی تعطیل ناپذیر بر روی زمین، یعنی همون گونه که یک درخت ریشه داره، تنه داره، شاخه داره، عرضم بزرگ شما که پوست داره، مغز داره، تا این درخت درخت باشد و بتواند اون وظایف طبیعی خودش رو انجام بده، واسطه اون فیضی باشه. بله. این عالم یه نظامی داره، در هدایتش نظام داره، در نعمتهاش نظام داره، و اون امامی که ما میگیم و اون خلیفه‌ای که ما میگیم، و البته این که میگم ما میگیم نه فقط پیروان اهل بیت یه چنین سخنی میگن، بلکه عالمان دقیق و نکتبین اهل سنت هم به این معنا اعتراف کردند. بله. گرچه نامی ممکن است از حضرت مهدی نبرده باشند. ما بحث مصداقی الان نداریم، بحث مصداقی بحث دیگری است. اما این کلیت را که اون امام یک شأنی است از جانب خداوند که به فرد واگذار میشه و این شأن شأنی است تعطیل ناپذیر، و امام غائب وقتی ما میگیم یعنی اون کسی که این مسئولیت ها بر عهده اوست، چه حاضر و شناخته شده باشد چه ناشناخته. بله. و چه غائب، ضروری است وجود او. و این فوایدی که امام داره، فواید امام غائب شاید قابل احصا هم نباشد، ولی اون چه که حالا ما مستند به آیات قرآن و روایات پذیرفته شده داریم، حالا در مثالش گفتن مثل خورشید پشت ابر. بله.
خورشید دیده نمی شود، اما نورش، شعاعش، پرتوهاش. تازه ما اونی که از خورشید می بینیم فقط یه طیف های خاصی از نوره، بسیاری از طیف هاش رو ما نمی بینیم. بله. حتی اون وقتی که خورشید را می بینیم تا و اون وقتی که نمی بینیم بسیاری از طیف هاش با ابزارهای مخصوص شاید قابل دیدن باشد، برای برخی، برای خواصی، برای عالمی دانشمندی، آزمایشگاهی چی. امام غائب هم یک شعاعی داره، یک آثاری داره که این آثار رو ما برخیش رو به وسیله آیات قرآن، ما خارج از حیطه آیات قرآن سخن نمیگیم. آیات قرآن داله بر این مسئله است که البته ما در جای خودش باید روش صحبت بکنیم که اگر بر اهل زمین نعمتی نازل میشه، بلایی رفع میشود، این امام این وسط نقش دارد، یعنی خدا براش نقش قرار داده. بله. نه اینکه ما یه چنین چیزی بخوایم. این یک تحلیل غلطی است که متاسفانه اون کسانی که دورن از معارف اهل بیت میکنن، فکر میکنن اینها رو ما میخوایم برای مثلا ما دوست داریم که چنین باشد. نه، ما اونچه که از آیات قرآن در میابیم رو داریم بیان میکنیم. ببینید حضرت، من مثال میزنم برای اینکه این بحث یه مقدار به خصوص برای اون کسانی که طالب حقیقتن، حالا در هر یک از مذاهب اسلام که هستن که همه محترمن، اگر واقعا عنادی با حقیقت نباشد، ببینید حضرت ابراهیم خلیل، این داستان در چند جای قرآن اومده، در سوره هجر اومده، در سوره ارزم بزرگ شما که در چند جای قرآن، حالا یکیش سوره هجر، شاید سوره زاریات اومده، یه داستان عذاب قوم لوط است. خداوند قوم لوط رو میخواد عذاب بکنه. بله. فرشتگانی رو میفرسته نزد حضرت ابراهیم و حالا داستانیست، اون جزئیات اون قصه رو هر کی میخواد در آیات قرآن بره ببینه که گفتن، حضرت فرمود حالا بعد از اینکه اینا رو شناخت که شما برای چی اومدید؟ ایها المرسلون، فما خطبکم ایها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، گفتن ما اومدیم عذاب قوم لوط رو. بعد در یکی از آیات میفرماد فلما ذهب عن ابراهیم الروع یجادلنا فی قوم لوط، یعنی بعد از اینکه حضرت ابراهیم یه مقدار آرامش پیدا کرد از اون شوک اولیه که به حضرت وارد شده بود که اینا چیان، چرا غذا نمیخورن، سفره انداخته شده، و بعد حضرت خبردار شد که اینا برای عذاب قوم لوط اومدن، شروع کرد این صریح آیه قرآنه ها. بله. یجادلنا فی قوم لوط، راجع به قوم لوط با ما به مجادله پرداخت. درست. یعنی خواهان این شد که حالا به هر دلیل این عذاب مثلا به تأخیر بیفته یا بشه، که ما خطاب شد که یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم از این روی گردان شو، یعنی از این دست بردار، انهم آتیهم عذابون غیر و مردود، این عذاب غیر قابل بازگشته. یعنی ببینید حضرت ابراهیم یه شأنی داره اینجا، شأنش اینه، اصلا برای چی برای قوم لوط عذاب میخواد بیاد به حضرت ابراهیم چیکار داره؟ درسته. ولی چون خلیفه خداست رو زمین، بایستی این خطوط به او متصل شود، لذا فرشتگان میان نزد حضرت و خبر از عذاب میدن و حضرت ابراهیم هم سعی داره که از اون به اصطلاح اختیاری که خداوند به او داده استفاده بکنه، که خطاب میشه نه، اینجا دیگه قابل بازگشت نیست، یعنی کار به جایی رسیده که غیر قابل بازگشته. و اتفاقا دنبالش هم در آیات، فکر میکنم سوره هجر باشه یا هود، خداوند توبیخ نمی کنه، چون گاهی خداوند از خواسته‌ای که پیامبری مطرح کرده به اصطلاح انتقاد می کنه. بله. یعنی که این نه، این جای این خواسته نیست،
اما از حضرت ابراهیم تمجید میکنه که ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، یعنی تشویقم میکنه. حالا ببینید، ما الان عذاب نداریم در دنیا، نزول نعمت نداریم در دنیا. حالا من عذابش مثال زدم، نزول نعمتشم. و ما نغم الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. یعنی رسول اینجا خب همه کار خداست، رسول چی کار است؟ ولی خداوند پیامبر رو کنار، در طول البته نه در عرض، در طول خدا قرار داده. میگه اغناهم الله و رسوله من فضله. بله. خب این غنابخشی. حالا بگید امام در فایده، امام در غیبت، این شؤون، عذاب، از اون ور نعمت، حتی رفع نگرانی و عذاب. در ذیل این آیه بسیار تفسیر شگفت انگیزی است. البته این تفسیر رو مغزهای ظاهری نمیتونن بفهمن، یعنی اونهایی که از سیاهه قرآن فهمشون اون طرف در نمیره به این مطالب دسترسی ندارن، یعنی خودشون رو محروم کردن. ببینید روایت از امام صادق علیه السلام می‌فرماید که در تفسیر آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء که در سوره همه حفظن تقریبا، بله همه حفظن این، بله آیه رو حفظن، می‌فرماید که این آیه درباره قائم ما اهل بیت است که او مضطری است، مصداق این مضطر که خدا را می‌خواند برای کشف سوء. البته این مصداق اتمه ها، نه این که، یعنی امن اون مضطری که خدا را میخواند برای کشف سوء، امام عصر است، او خلیفه خدا رو زمینه، یعنی اونه که دست بر میداره به دعا. کما این که حالا من این شاهدایی که میارم برای اینه که عزیزانی که به قرآن علاقه دارن و به قرآن ایمان دارن بدونن اینها همه پشتش آیات قرآنه. فرائنه یا بفرمایید پیروان آل فرعون و پیروانشون، اینا دوچار قحط و غلا و ناراحتی و اینا شدن، اومدن نزد حضرت موسی، ادعو لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز. گفتن موسی تو خدا را بخون با اون عهدی که بین تو و خدا هست که اگر این رجز را و این پلیدی را و این عذاب رو که به ما نازل شده و ما رو گرفتار کرده اینا برداره، ما ایمان میاریم. حضرت موسی چی کار است؟ خلیفه خدا رو زمینه، اوست که خدا را میخواند. اگر امام صادق علیه السلام در این کلام بسیار قویم و قیم محکم میفرماید اون مضطر امام عصر است، یعنی ایها الناس در عصر غیبت اونی که خدا را باید بخواند تا عذاب رفع بشه، او خلیفه خدا روی زمین حضرت مهدی است. بنابراین خلاصه امام غائب نه به معنای امامی است که غائب از کاری هم به کارا نداره و هیچ اردم نخه، این امام غائب مسئولیت هایی داره، برنامه هایی داره. مسلم اگر حتی من عرض میکنم چون او مظهر رحمت است، بله، اگر مردمی حتی غیر مسلمان، غیر نمیدونم خارج از دین، ولی مضطر شده، گرفتار شده، اون حضرت را شفیع قرار بدن، کما اینکه فرعونیان اومدن نزد حضرت موسی، هنوز هم ایمان نیورده بودن، گفتن که ادعو لنا ربک به ما عهد عندک، که حالا من فرصت باشه شماره آیه و اینا را خدمت شما عرض میکنم اگرم شما دسترسی دارید، بله، به ما عهد عندک. خب حضرت میخواند و خدا عذاب از اینا رفع میکنه، حالا ایمان میارن نمیارن اون بحث دیگه، که ایمانم نمیارن. ببینید این یعنی خداوند به برکت دعای حضرت موسی حتی گرفتاری و عذاب رو
از کافرا برمی‌داره. بنابراین من عرض می‌کنم در همین عصر حاضر گرفتاران اگر واقعا حضرت رو و اون خلیفه الهی و ولی خدا رو روی زمین شفیع قرار بدن بخوانند، دیگه اون اشکال وهابی هم اینجا وارد نیست که عرضم بزرگشون اشکال موهومشون که در بحث شفاعت میگن به مرده نمیتونه شفیع باشد، نه او زنده است، او ولی خدا روی زمینه، حالا او رو شفیع قرار بدن او میتواند، او اگر دست به دعا بردارد طبق همین آیه که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حالا البته اینا هم مباحث گذشته بود به اضافه یک تزیلات و جملاتی در ادامه مطلب. حالا ما خدمت شما. بسیار خوب حضرت استاد، من متشکرم از نکات ارزشمندی که فرمودید. خیلی مسائل رو البته ما قبلا مسائل بینندگان عزیز تقدیم کردیم، اما چون رسانه هست و شاید امشب بینندگان عزیزی بیننده شبکه جهانی ما شده باشن، شبکه جهانی ولایت که شبکه جهانی برای شماست در اصل، ما این نکات رو تکرار کردیم و البته استاد نکات رو هم اضافه کردن تا انشالله ما با نگاهی روشن‌تر وارد این بحث بشیم. من همینطوری که در مقدمه هم عرض کردم، این سوال سوالی نیست که امروز فقط مطرح شده باشه. در زمان پیامبر اعظم خدا، در زمان ائمه اطهار، هر وقت صحبت از غیبت حضرت مهدی شده این سوال مطرح شده و همه بزرگواران به این سوال جواب دادن. یکی از جوابهای مشترک همونطور که حضرت استاد هم اشاره کردند، بحث فیضگیری از خورشید پشت ابر هست. این نکته رو من عرض کردم تا نکته بسیار ظریفی که یکی از اساتید می‌فرمودند رو محضر شما عرض بکنم. این استاد بزرگوار می‌فرمودند چقدر خوبه که برخی از وقتها خورشید پشت ابر باشه. وقتی که ما قدرت نگاه به خورشید رو نداشته باشیم، وقتی که ما خودمون رو آماده نکرده باشیم تا بتونیم به خورشید واقعی نگاه کنیم و خودمون رو مسلح نکرده باشیم به چیزهایی که ما رو در برابر اون خورشید بتونه ایمن بکنه و ما بتونیم از اصل وجود اون خورشید استفاده بکنیم، ایمن نه به این معنا که اون خورشید ضرری به ما بزنه، نه، ایمن به اون معنا که بتونیم ظرفیتی در خودمون ایجاد کنیم که از اون خورشید واقعی استفاده ببریم و تا زمانی که این ظرفیت ایجاد نشده همان نور پشت ابر ما رو کفایت میکنه. پس امیدواریم روزی بتوانیم ظرفیتی در خودمون ایجاد بکنیم که اون خورشید از پشت ابر بیرون بیاید و ما به صورت مستقیم از فیض حضور اون خورشید بهره مند بشیم. سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و با بحث اصلی امروز محضر شما خواهیم بود. غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار، هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. ای بز ماست که هر سو نمی بینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد،
چشم بیمار شده، تار شدن هم داره. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تنم بار شدن هم دارم. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارم. دلم جز هوایم هوایی ندارم، لبم غیر نامم نوایی ندارم. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارم. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی ندارم. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی، بدان با ایمان ترین مردم که دارای یقینی عظیم می باشند قومی هستند در آخر الزمان که پیامبر خود را ندیده اند و امام معصومشان نیز در حجاب است. آنها تنها با نوشته های سیاه بر روی سپیدی کاغذ ایمان آوردند. کمال الدین جلد 1 صفحه 405. انشاءالله که ما جزو همین دسته از امت باشیم و ما هم جزو کسانی باشیم که پیامبر اونها رو با ایمان ترین مردم دانستن. انشاءالله که ما اعتقاد راستین خودمون در زمینه مهدویت رو با یکی دو سوال کوچکی که در ذهنمون به وجود میاد یا دیگران شبهاتی رو برای ما ایجاد میکنن عوض نکنیم و این عنایت رو داشته باشیم که این سوالات رو بپرسیم، به پاسخ اون برسیم و انشالله با اعتقادی راسختر از گذشته پیرامون مهدویت در به انتظار سبز خودمون انشالله ادامه بدیم. اما حضرت استاد، ما در جلسات گذشته به اینجا رسید بحثمون. محضر شما عرض کردم که یکی از فواید حجت‌های الهی پیامبرانی که قبلن بودن یا امامان معصوم این بود که حوائج دینی و دنیوی مردم محضر این بزرگواران عرضه می شد و اونها رفع این حوائج رو انجام می دادن و یکی از کارهای اصلی اون بزرگواران بود. حالا این سوال وجود داره که آیا این مشکلات و حوائج دینی و دنیوی مردم آیا در زمان حضرت مهدی نیز محضر آقا تقدیم میشه و این چگونه امکان داره که محضر ایشون تقدیم بشه و آیا با توجه به اینکه ایشون در پرده غیبت هستند
آیا میتونن نسبت به رفع این حوائج دینی و دنیاوی مردم اقدامی بفرمایند یا خیر؟ بله، من به دو نکته باید اشاره بکنم که بستر در حقیقت گفتگو درباره این فرمایش شما آماده بشه. یکی از سمت‌های خلفای الهی روی زمین سمت شاهد بودنه. شما دیگه این در آیات قرآن، حالا فکر میکنم چهار جاش تو ذهن منه که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن، و یا در مضمون حالا خود شاهد که در چند مورد اومده که پیامبر خدا شاهد است، در آیاتی هم فرموده و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، یعنی پیامبران که خلفای اعظم الهی روی زمین هستند، اینها شاهد بر اعمال مردمن. حالا شاهدند چه اعمالی که اینها مستقیمن، یعنی به این معنا که در مرعا و منظر اونهاست، مثل اینکه پیامبر اکرم در مدینه بودن، خب یه دهی هم در کنار حضرت، روبروی حضرت، در گفتگوی با حضرت، حضرت خب میدیدن، این یه معناست. ولی علاوه بر این پیامبر شاهد بر اعمال دیگران هم هستن، حتی مؤمن و کافر فرق نمی کنه، یعنی از اعمال اونها مطلعند. و الا اصلا شاهد بودن یعنی چه؟ شاهد یعنی حاضر. بله، لذا ببینید پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا در سفری بودن، بعد برگشتن در مدینه و وقتی که اومدن فرمودن که من بوی بهش از جانب یمن استشمام میکنم. بله، انی لعجد و ریح الجنه من جانب الیمن، یا اشم، من بوی بهشت کی اینجا بوده؟ که گفتن اویس اینجا بوده که اومده و پیامبرم ندیده، یعنی نه او پیامبر را دیده است نه پیامبر او را دیده است. ولی پیامبر اکرم حالا به زبانی که مردم بفهمند و متوجه باشند که قضیه چیه، میفرماد من بوی بهش از جانب یمن میشنوم. پیامبر شاهد اونا به تصریح قرآن. بله. و ما این شأنی که پیامبران دارند، این شأنها شؤون تعطیل ناپذیر است. یعنی اینطور نیست که خداوند مثلا در یه مقطعی از زمان سنتش این باشد که شاهدی بر اعمال مردم بگمارد و بعد دیگه تعطیلش بکنه. حالا ما این بحث شاهد بودن بر اعمال خودش ساعتها بحث میخواد در قرآن. درست. که همه انبیا چنین بودند، یعنی همه انبیا این سمت شهادت رو داشتن. حضرت عیسی در سوره اواخر سوره مائده از زبان حضرت عیسی است که و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، یعنی یکی از کارهای من شهادت بر اعمال امت بود تا وقتی که بین اونها بودم. بله. یعنی تا وقتی که به آسمان نرفت. و حالا اگر خب خیلی آیه مستقیمی رو هم بخوان بینندگان عزیز مراجعه بکنن، به سوره احزاب آیه 45 میتونن مراجعه بکنن. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن، یا کما ارسلنا الیکم رسولا شاهدن علیکم. بله. که چهار بار عرض کردم این کلمه شاهد راجع به پیامبر اکرم اومده، راجع به انبیای دیگه اومده، حتی راجع به غیر از انبیا، یعنی شهدایی که اینها شاهد بر اعمال مردم هستند. من عرض میکنم که این سمت از سمتهای خلیفه الهی روی زمینه. وقتی که ما میگیم امام شاهد است، خب حالا این کیفیت پیوند ما با امام چجوریه؟ خب امام شاهدن. بله. اعمال در مرعا و منظر اون حضرته. من یه مطلبی رو عرض کنم، ممکنه برخی و اینو بگن چجوری آخه میشه مثلا اعمال مردم حضرت نسبت به این اعمال؟ امروز ببینید، امروز بشر با همین قوه خدادادی و استعداد و هوش و علمش تونسته سیستم‌های ایجاد بکنه که
فردی در یک جا نشسته و عرضم به حضور شما که زمین و آسمان و پست و بلند زیر نظرشه، میدونه الان کی کجاست، کی الان نمیدونم داره فرض کنید با کجا متصله، با کجا داره صحبت میکنه. وقتی که برای بشر یک محدوده ای از این امروز با همین ابزارهای مادی قابل تحصیله، اینا ما یه وقت انکار رو به استنکار نکنیم که چگونه میشه یه فرد این همه دسترسی داشته باشه. این جزء مسلمات قرآنه. وقتی امام شاهد است دیگه، حالا این دستگیری، البته اینو عرض بکنیم، اینا یک نظامهایی داره، یعنی دستگیری از افراد یه نظامی داره، گاهی به حال اون کسی که طالب دستگیری است، گاهی نه اصلا وضعیت جوری است که خود خلیفه الهی مداخله میکنه. اینا شرایط مختلفی داره، نظام داره، اینجوری نیست که یک برنامه به اصطلاح سلیقه‌ای نمیدونم ذوقی باشه. بله. یک قرار و قانونی داره، سنت‌هایی داره، برنامه‌هایی داره. بنابراین امام شاهد بر اعمال. این شهادت مقامی است تعطیل ناپذیر که اکنون هم ادامه داره و اون امامی که ما ادعا میکنیم او شاهد بر اعمال ماست. پس بنابراین این حلقه ارتباط وصله. علاوه بر این که ما معتقدیم اون امام در بین مردمن. ببینید من این عرضم به حضور شما که روایت رو بخونم برای عزیزان که میگه از امام صادق بعد از اینکه حضرت داستان یوسف رو ذکر کردن، بله، که روایت در هم غیبت نعمانی است، هم در اصول کافی است، هم در اعظم کتب دیگه، یعنی در چند مصدر روایت از سیرفی نقل شده، که میگوید حضرت فرمودن که فما تنکر و هذه الامه، یعنی چه چیز به اصطلاح چگونه انکار میکنن که خداوند با حجت خود همان را، همان رویه ای را عمل کند که با یوسف عمل کرد. با یوسف چه کار کرد؟ ان یکون صاحبکم المظلوم المحجود مجهود حقه صاحب هذا الامر یتردد بینهم و یمشی فی اسواقهم و یتع فرشهم ولا یعرفونه. حضرت بین مردم تو بازارها، تو خونه ها، در مجامع، یعنی حضور دارن، حضور فیزیکی و اطلاع مستقیم حتی بدون اون وسائل. میفرماید حضرت یوسف شناخته شده نبود، نمیدونستن این پیامبر خداست، اما بین مردم بود، تو دستگاه حکومت بود، سمت داشت، مسئولیت داشت، در کارهای مختلفی انجام میداد بدون اینکه مردم بدانن این شخص پیامبر خداست. بله. این شخص یوسف پسر یعقوب علیه السلام است. این گونه بنابراین اولا امام حضور داره، ثانیا شاهد بر اعمال است، یعنی حتی اونجایی که حضور فیزیکی نداره امام شاهد بر اعمال است. خب وقتی چنین هست، اگر واقعا مردمی استغاثه بکنن، استغاثه یعنی فریاد خواهی، مشکلی داره، شفاعت خواهان، درخواست میکنه برای حل این مشکل، بله، این چه انکار و چه مشکلی وجود داره؟ همون گونه که حضرت یوسف به فریاد مردم مصر رسید، اونها را از قحطی و گرسنگی نجات داد به اذن الهی، به اذن الهی. همه اینا، ما ببینید، ما حتی اگر خورشید نور میدهد، اگر آب انسان را سیراب میکند، اگر این اکسیژن و تنفس، ابر باران میبارد، زنده نگه میدارد، حتی اگر ما حرف میزنیم، اینا همه به اذن خداست، همه به اذن خداست. بنابراین اینا رو توجه داشته باشیم که هیچ کس در این عالم جز خداوند بل استقلال، یعنی قیوم، فقط اونه. بله. اونی که پا بر جاست، قائم است و همه به او تکیه دارن، او فقط خداست. درسته. بقیه همه اسبابند، همه وسائطند، همه عرضم بزرگ شما که به اذن او این مظاهر، این به اصطلاح ظهورات و این تجلیات ازشون صادر میشه. بله. بنابراین امام
و اون خلیفه خدا که ما میگیم، یعنی ما میگیم مستند به آیات قرآن و اینایی که عرض کردم که اینا عرضم به حضور شما که حالا اون حالا شبکه هایی هم که گاهی این حرف ها رو تکرار میکنن و بدون اینکه البته بفهمند مبانی این حرف ها رو و بتونن نقد بکنن، یعنی اینقدر از نظر متاسفانه حتی معلومات قرآنی ضعیفه که نمیتونن اینا رو بفهمند تا چه شود که نقد کنند. ولی اگر دقت کنیم میبینیم که اینا جزء سنن الهی، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولن تجد لسنت الله تحویلا تبدیلا، اینا سنن الهی است، جریان داره. بنابراین دستگیری از مردم علل عموم، یعنی این به اصطلاح تخصیصی هم نداره، درسته. البته همون گونه که خداوند هم رحمان است و هم رحیم است، مسلم به کسانی که واقعا پیرو به اون حضرت باشن، علاقمند به اون حضرت باشن، محب به اون حضرت باشن، طبیعتا اون یک عنایت و لطف ویژه‌ای نسبت به اونها هست. بسیار خوب، من فکر میکنم که اگر کسی با نگاه عقل به مباحثی که حضرت استاد مطرح میکنن نگاه بکنه و به آیات قرآن هم مراجعه بکنه، این که حجج الهی شاهد هستند همونطور که حضرت استاد فرمودن در آیات مختلف قرآن آمده، برخی از آیات دیگه به صورت مستقیم به این بحث پرداخته، شهد شاهدن رو آورده و نکات دیگر رو آورده. من الان که شما فرمودید یه سرچی رو در قرآن انجام دادم، حدوداً 6 مورد به صورت مستقیم کلمه شاهد آمده، که حالا یک جا در رابطه با حضرت یوسف هست، یک جا در رابطه با حضرت هود هست، جاهای مختلف سوره احزاب آیه 45، سوره فتح آیه 8، من این رو برای بینندگان عزیز عرض میکنم، سوره مزمل آیه 15، سوره احقاف آیه 10، سوره یوسف آیه 26، سوره هود آیه 17. و اگر بخواهیم به آیات دیگری که باز هم به همین موارد اشاره کرده اشاره بکنیم، آیات مختلفی رو خواهیم داشت. این سنت الهی است و نه فقط در رابطه با حضرت مهدی، در رابطه با تمام حجج الهی این سنت بوده. و ما در جلسات گذشته هم محضر شما عرض کردیم که علمای بزرگ شما خودشون هم فرمودن که زمین بدون حجت الهی نمیتونه باشه. حالا سوال اینجاست، اگر زمین بدون حجت الهی نمیتونه باشه و اون حجت الهی هم شاهد هست، خب اگر شاهد هست و خداوند این قدرت رو بهش داده، از طرفی هم این فرد بعد از شاهد بودن میتونه به اذن الهی از خداوند سبحان بخواهد مشکلات، مصائب و مسائلی که گریبانگیر مردم در دوره آخر از زمان هست، که دوره بسیار بدی است در روایات هم ما داریم، اون مشکلات رو برطرف بکنه. پس اونهایی که خودتون رو از این فیض الهی که خداوند در روی زمین گذاشته محروم کردید، حیفه. من فکر میکنم اگر مراجعه کنید به قرآن کریم، اگر مراجعه کنید به روایات، میتونید همه ما مسلمانان از این فیض الهی که در روی زمین هست استفاده بکنیم و حتی در زمان غیبت حضرت مهدی مشکلات خودمون، مسائل خودمون رو محضر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم بکنیم و رفع مشکلات بشه از ما انشاءالله. خب حضرت استاد، ما یکی از مباحث دیگری که باز در این زمینه مطرح کردیم در جلسات گذشته و نتونستیم تا انتهای بحث بریم و بحث رو کامل بکنیم، بحث دسترسی به امام بود. ما گفتیم که خب امام حجت الهی در زمان ما غائب هستند، در زمانهای دیگه حالا درسته که در بسیاری از جاها دسترسی به حجت نبود، نمایندگان حجت الهی بود و الان هم این نمایندگان به گونه دیگه نمایندگان عام حضرت هستند. اما سوال اینجاست که آیا به خود امام دسترسی وجود داره در زمان غیبت کبرا یا دسترسی وجود نداره؟ و آیا اگر همان نمایندگان عام حضرت آمدن به مشکلی خوردند، آیا پناهگاه اونها خود امام خواهد بود
و رفع مشکلات اونها و پشتیبان علمی اونها خود حضرت امام هستن، یا اینکه خیر و مسئله به گونه دیگری است؟ این بحث این که حجج الهی، حالا از شما خود شخص پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا، خب ایشون در مدینه بودن. بله. مردم فرض بفرمایید که جنوب عربستان که اون زمان پیمان بسته بودن و مثلا مردم یمن، یا فرض کنید در شمال عربستان مردمی که در نواحی شمال، مردمی در عراق بودن، مردمی که در حالا بله جاهایی که اون زمان مسلمان شد، خب اینا که همه پیامبر دسترسی نداشتن، چگونه بایستی که احکامشون رو مسائلشون رو فرا میگرفتن؟ یا نمایندگانی بودن از حضرت که اینها اعزام میشدن، کما اینکه اون زمان البته اصطلاحی که به این عالمان میگفتن، میگفتن اینها حافظان یا قاریان قرآنند، که در مثلا حادثه بئر معونه 40 نفر از اینها به شهادت رسیدن. بله. اینها همین کسانی بودن که رفته بودن برای تعلیم مردم، یعنی وسائطی بودند برای ابلاغ احکام الهی، تعلیم آیات و وظائف. بله. یعنی این در همه زمانها بوده، کاری به زمان غیبت نداره. در زمان غیبت اون حضور امام در یک شهر، یک منطقه به شکل خاص نیست، اما اون کسانی که به مقتضای آیات قرآن، به مقتضای احادیث اهل بیت و به مقتضای کلام خود امام است، اینها کسانی هستند که حجت بر مردمند، یعنی راهنمای مردمند در مسئله حلال و حرام. آیات قرآن بر مردم میخونن، روایات پیامبر و اهل بیت رو برای مردم میخونن، احکامشون رو بیان میکنن. خب این یه شکل دسترسیه، منتها اینجا دسترسی مستقیم به امام زمان نیست، دسترسی هست با واسطه. یعنی ما اگر مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه الشریف فتوا میدن که الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است، بله، این مرجع دینی در نهضت تنباکو که به اصطلاح سیلی محکمی بر صورت استعمار زده شد و استعمار پیر خلاصه بریتانیا از این صحنه رانده شد، خب یه فتواست از یک مرجع دینی متکی بر این است که اصلا امروز به کار بردن استفاده از توتون و اینا در حکم جنگ با امام عصر است. خب این مجتهد از کجا به اینجا رسیده؟ از قرآن، از روایات. حالا ما اون یه بحث دیگری هم هست که عرض خواهیم کرد. پس همون نقشی که اصحاب ائمه، کتب اینها، نمایندگان پیامبر در بخش‌های مختلف اجرا می‌کردند، الان این یک بحثی است که به اصطلاح پیشوایان دینی، علما، مراجع این نقش رو انجام میدن. درست. اما بحث ارتباط مستقیم، ما هرگز کسی اگر ادعا بکند که من به صورت اختیاری، یعنی هر وقت بخوام تلفن امام زمان رو میگیرم باشون صحبت میکنم، یا مثلا میرم اونجا میبینمشون، ما اینو نه قبول داریم، نه این ادعا پذیرفته شده است، و نه هیچ عالم شناخته شده به اصطلاح شیعی یه چنین ادعایی کرده. هرگز یه چنین ادعایی نبوده و نیست، بلکه حتی موارد غیر از این هم اونا اعلام و ابراز نمی کردن بنا به حکمت بسه غیبت که در جای خودش باید راجبش گفتگو کرد. بنابراین ما هیچ ارتباط مستقیم که کسی بگه من مثلا مسائلمو با امام زمان چک میکنم، این ادعا نپذیرفته شده است، نه دلیل داره و نه ما میپذیریم، بلکه رد میکنیم، انکار میکنیم شدیداً. بله. اما یه مطلبی هست و اون تأییدات حضرت از برخی افراد. این تأییدات
تاییداتی نیست که توی نامه‌ای باشه یا بفرمایید که مثلا توی جای اعلام بشه، اینا اینطوری نیست. بسیار ظریف و عجیبه. من شخصا خودم از به اصطلاح واقعی که بهش یقین دارم که یه شخصیتی که ایشون واقعا اخلاصی در کار تبلیغ و در کار به اصطلاح بیان معارف قرآن و اهل بیت داشت، ایشون در سالها پیش، قضیه که میگم مال شاید حدود 40 سال پیش، خلاصه یکی از علمای بزرگ همین قوم، ایشون پا میشه و میاد پای درس این طلبه. ایشون یه طلبه جوان بوده، اون شخصی که میگم حالا قطعا راضی نیست که من بیان بکنم و ولی چیزیست که ما بهش یقین داریم. و وقتی خلاصه سوال میشه برای ایشون که به چه دلیل ایشون اومده، خلاصه معلوم میشه که یه شخص دیگری که اون آقا هم الان هم در قید حیاته، باز از اسم بردن معذورم، حالا دلایل این معذور بودنم خودش یه بحثی است که چرا اینا رو نمیشه گفت، برای اینکه اون کسانی که اهل این حقایقن از در و دکون و اینکه بخوان با این حرفها مرید دور خودشون جمع کنند اصلا بیزارند، چون میدونن که اگر وارد این عرصه ها بشن اصلا اون توفیقات رخ بر میبنده، اصلا شکل دیگه اسرار حق آموختن مهر کردن به دهانش دو که ایشون در رؤیا خدمت امام اصل و میفرمایند که ما از کار فلانی راضی هستیم و این تأیید موجب میشه که عرضم بزرگ شما که اون عالم بزرگوار میاد پا درس ایشون و حالا توفیقاتی بعد نصیب ایشون میشه که داستانش مفصله. حالا شما ببینید ما وقتی که یک عالم واقعا محذب به این معنا اهل دنیا نیست، اهل دنیا به معنای دنیا پرستی، نه اهل دنیا یعنی مثل بقیه زندگی نمیکنه تو کوهی نمیدونم قاری، نه، همتش دین خداست، تلاشش احیای قرآن است، سعیش بر اینه که اون مسیر الهی رو طی بکنه. اگر یه چنین افرادی خالی از هر شائبه ای، بله، حضرت اینها رو تأیید میکنن، نه اون تأییدی که مثل این که عرض کردم یه نامه‌ای بنویسن، تلفنی به کسی بزن، نه، ولی یه بستری براش فراهم میکنن این رشد کنند. شبیه، حالا من شبیه این که یکی شما میبینید یه آدمی مثلا در تجارت موفق میشه، یکی هم شکست میخوره، حالا چه شرایطی پیش میاد، چه زمینه‌هایی پیش میاد که اون یکی موفق میشه اون یکی. یعنی وقتی میگیم امام حافظ دین هستن، اون افرادی که واقعا دینشون اولا دین سلیمه، نیتشون نیت خالصه، مسیرشون مسیر درستی است. ما میبینیم در بین علما یه افراد خاصی، اینها هم به یک صورتهایی که واقعا در دلها نفوذ میکنه، یا مقلب القلوب، این از کجا نشأت میگیره؟ بله. خب این آقا، ما حتی مواردی سراغ داشتیم یه نفر چه بسا از نظر مثلا در فلان رشته هم خیلی بالاتره، خیلی عالم برجسته است، ولی چون از نظر اخلاقی یک به اصطلاح نقصانهایی داشته، مثلا فرض بفرمایید یه مقدار غرور داشته، این اصلا روش نکرده، ولی یه عالم متبحر ولی با خضوع با فروتنی میبینیم به شدت این رشد کرده. لذا این تأییداتی که میگیم در بحث اینکه حفظ دین و خلاصه کسانی که اینها در رتبه های عالی دینی قرار میگیرن، اینا یه تأییداتی دارن. البته عرض کردم این تأییدات تأییداتی نیست که با دوربین بشه ازش عکس گرفت، سند مثل اسناد معهود ازش اراده به اصطلاح ارائه کرد، بلکه این تأییدات
شبیه هست، یعنی اصلا همون تأییدات الهی است از کانال ولی خدا. درست. ببینید استاد، من جنبندی که خودم از کلام شما داشتم، چون توی این مباحث وقتی انسان وارد میشه، شاید بینندگان عزیز هم الان این نکته رو داشته باشن، در برخی از نکاتی هم که برای ما فرستادن همین نکته رو من دیدم. ببینید، جنبندی که ما از این بحث شما میتونیم داشته باشیم، من شاگردی میکنم عرض میکنم شما ببینید همین هست یا خیر. به هر حال امام در پرده غیبت هستند و دوران غیبت صغرا هم تمام شده، امام دیگه نائب مستقیمی ندارن، نائب خاص، اما نائبین عامی رو در بین مردم دارن که همون روات حدیثشون هستند و احادیث هستند، که حالا روایات مختلف در این زمینه داریم، به اون بحث هم خواهیم پرداخت انشاءالله. حالا اگر این نائبین به مشکلی بخورن، شما فرمودید مثلا پیامبر در مدینه بودن، اونهایی که در مصر بودن چی کار میکردن؟ اما این نکته هست، اونی که در مصر بود میتونست نامه ای به پیامبر بزنه و بنویسه، با یک پیک بفرسه، درسته خیلی طول میکشید، ولی این بالاخره میرفت نزد پیامبر و پیامبر جواب میدادن. حالا امروز این زمینه به این صورت فراهم نیست، یعنی اگر مرجع تقلید ما به مشکلی بر بخوره، نمیتونه ادعا بکنه من نامه ای رو محضر امام زدم و امام به من جواب دادن. ولی شما این نکته ای که فرمودید، با توجه به اون نکته قبلی که امام شاهد هستند و امام دارن میبینند که این نواب عامی، که نواب عام به این معنا که دارند مردم رو هدایت میکنند به همان چیزی که پیامبر خدا آورده، ائمه اطهار تبیین کردند، قرآن و سنت صحیح، دارند میبینند امام بزرگوار که اینها در یک جایی به مشکل برخوردن و امام شاهد هستن این موضوع رو، از این طرف دیگه لازم نیست نامه ای به امام داده بشه، بلکه امام خودشون در این قضیه تخلو تصرف میفرمایند و این مشکل رو حل میکنند و به گونه ای اون عالم رو نه تنها تأیید میکنند، بلکه اون عالم دین رو که نواب عام حضرت هستند رو کمک میکنند تا اون مشکلاتی که ایجاد شده رو برطرف بکنند. این درسته؟ بله کاملا. منتها البته گاهی هم همون توجه، یعنی ما مواردی داشتیم که یک عالم دینی در یک مسئله ای که در تصمیمش مونده، بله، ولی با توسل به حضرت و درخواست این که مشکل رو حل بکنن، بله، اون توسل و درخواست به سر جای خودش، ولی یعنی این مستقیم بودن، حتی بله حتی بدون اون هم جایی که بحث حفظ دین است و سنن الهی اجازه بده مداخله میکنن و تأییداتی، یعنی این استحکام دل در برخی از تصمیمات، عرضم بزرگ شما که رفع اون تردیدها، اینا یه چیزهاییست، موهبتهاییست که بوده. من اینو شاید مدتها قبلم در برنامه گفتم، مثلا مرحوم آیت الله گلپایگانی، بله، رضوان الله تعالی علیه، ایشون در همین شهر قم، تو خاطرات ایشون که در بزرگداشت ایشون هم در بله، چاپ پشت جلدم چاپ شده بود، که این خاطره زیبایی از ایشون بود، گفتن در زمان رضاخان و فشاری که بر حوزه ها وارد شد در اون زمان، که حالا داستان مفصله، که بسیاری از مدارس تعطیل شد، بسیاری از مساجد درهاش بسته شد، بحث عرضم بزرگ شما که اصلا ممنوعیت تلبس به لباس روحانیت مطرح بود، به گونه ای که عده ای از کسانی که مشغول درس بودن به خاطر فشارهای مختلف اجتماعی و اقتصادی، یعنی جوری که ایشون نوشتن، مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم، یعنی کار به جایی رسید که در اثر فشارهایشون دیگه حتی قادر به این که این شهریه که برای امرار معاش حد اقلی طلاب یه نونی بخرن، یه به اصطلاح پنیری بخرن، بتونن معاششون رو، معاش معمولشون رو و درس بخونن، حتی اینم مشکل شده بود. و ایشون میگن من در اون زمان خیلی متأثر بودم و
متوسل به حضرت شدم که اگه این، چون دیدم عده‌ای از این فضلا و از این طلاب اینا حتی از روحانیت از طلبگی رفتن بیرون، رفتن دنبال مشاغل دیگه، و من نگران بودم که بالاخره این علم، این دانش اهل بیت، این احادیث، این تفاسیر، این نمیدونم اصول، این چی تو میشه؟ آخه علم حیاتش به عالمه. بله. اگر عالمی نباشد این، حتی این کتابا هم از بین میره. و ایشون گفتن من بسیار متاثر بودم تا اینکه شبی در عالم رویا، ایشون میگم من فقط شنیدم، نه چیزی دیدم، نه، فقط شنیدم که گفته شد به واسطه گریه های امام عصر وجوهات متوجه حوزه شد. شما ببینید این مسئله نیست که، یعنی چون از قبیل مسائل مشهود و معمول نیست، یه مسئله است فراتر از این، یعنی پشت صحنه این عالمه. بله. و کسی هم نباید انتظار داشته باشه که این مسائل پشت صحنه همچین آشکار و عیان مثل مسائل. ایشون میگن من شنیدم در عالم رویا، فردا اومدم خدمت استادم حضرت آیت الله شب عبدالکریم حائری یزدی. بله. مؤسس حوزه علمیه قم. و گفتم آقا من یه همچین رؤیایی دارم. ایشون گفتن این از رؤیاهای صادقه است، و حالا مثلا دیشب یا کی از فلان شهر، از ظاهرا از مشهد به من زنگ زد یه نفر از حالا تجار از متمولین و گفت آقا شهریه این طلبه ها چقدره در ما؟ گفتیم فلان مبلغ. خب من حواله میکنم. و حالا نکته اینجاست، البته این نکته ایست بسیار برای کسانی که نمیتونن حوزه های علمیه رو ببینند، بسیار براشون آزاردهنده است، خاری است در چشمانشون. بله. و از دقیقاً از همون زمان اصلا وضعیت، با اینکه در فشار بودن، با اینکه حالا شرایط زمان ارزم بزرگ شما که پهلوی اول و دوم و اینها چه خبرهایی تو حوزه بود که ما هم گوشه هایش رو دیدیم. بله. عجیب اینه که در سخت‌ترین شرایط وجوهات متوجه حوزه بود، و همین یعنی یکی از عوامل به اسباب این که حوزه بتونه کارشو انجام بده همین مطلبه. خب شما اینا رو چجوری توجیه میکنی؟ ببینید در یه شرایط معکوس، یعنی شرایطی که رسانه ها علیه روحانیت، علیه حوزه هاست، بعضی روشنفکران به شدت حوزه ها رو میکوبن، خلاصه در محدودیت خاص قرار گرفته، در محدودیت عجیب بله. که من نمیتونم اینجا بعضی کلمات رو بگم که چگونه برخی از این علما زندگی کردن، چگونه این علوم دینی رو حفظ کردن، چقدر اینها خون جگر خوردن تا تونستن. بله. ارزم حالا شما اینو چجور توجیه میکنید؟ یعنی چه تفسیری رو این میگذارید؟ نه مرحوم آیت الله گلپایگانی العیاذ بالله آدم اینیه که مثلا بخواد یه حرفی بزنه، تا یه حرف چه ثمری برای کجا؟ و این چیزیست که افراد دیدن، دیدیم. یعنی حالا البته مسلم کسی که ایمان به غیب نداره و ایمان به امام غائب نداره و ایمان به هدایت باطنی نداره اینا رو نمیتونه بپذیره. ولی کسانی که ایمان به غیب دارند اینا رو میتونن بپذیرند. آقا مسائلی، من اینجا خوبه یه خاطره عرض کنم از مرحوم استاد پرورش، که ایشون تقریبا بله مدتی پیش از دنیا رفتند و انسان بسیار با اخلاق، بسیار وارسته، چون من از نزدیکم با ایشون در اصفهان خیلی نزدیک بودیم، میدونستم که خب ایشون در کودکی پدرش از دنیا میره، در بعدم حالا داستان ها ایشون یه زمانی که در این سمتی هم بودن در تهران، دیدن که من شب در عالم رؤیا شهید مطهری رو، در علامه مطهری رو در خواب دیدم، که ایشون دست منو گرفتن و با اصرار گفتن که فلان خانم مشکلی دارد، مشکلشو حل کن و خسته نشید. شو میگم من بیدار شدم، خدایا شهید مطهری. بالاخره اون خانم پیدا کردیم آوردیم و
گفتیم شما چه مشکلی دارید؟ ایشون گفت شما از مشکل من کجا خبر؟ گفتم گفتم اینجوری شده و شهید مطهری در عالم رویا آمده به من گفت. ایشون شروع کرد گریه کردن که دیگه اصلا قادر نبود ادامه بده. گفتم خانم خب پس تشریف ببرید، وقتی که متعادل شدید و گریه ها تموم شد و وقت بیاد ببینیم مشکل شما چی. که بعد اومد و گفتم چیه قضیه؟ گفت راستش من یه اختلافی با شوهرم داشتم و بسیار ناراحت و چند سال ازدواج کردیم و قهر و آشتی و مشکلات عدیده‌ای و هفته پیش رفته بودم قم برای شهید مطهری، رفتم یه سوره یاسین خوندم و از ایشون گفتم که این تقدیم شما، شما یه دعاییه چیز. ببینید حالا اینا رو شما با چه با چی میخواید اینا رو توجیه بکنید؟ اینا در مورد یه عالم دین بوده، یه عالم دینی، یه حجت الهی هم نبوده. بله یه چنین، یعنی از اون عالم تصرف میکنه تو این عالم، دل یک بنده خدای اینا رو هم بنده اگر ذره ای، بنده خودم در نقل اینا خیلی از اینجا شاید میشم شاید هم درست باشه، ولی من تو خودم یقین نداشته باشم نقل میکنم. بله. ولی چون یقین به مأخذ و مبدأ و حالا اسناد این داستانم خیلی معتبره که من حالا اینجا فرصت نیست خدمت شما بگم، نوارش هم هست، صوتش هم هست که ایشون این داستانو توضیح داده و امثال زال امثال اینا فراوان. وقت ما چطور اون حجت و خلیفه الهی که روی زمین هست، حالا اگر این حجت و خلیفه الهی رو یک عالمی که برای دین داره تلاش میکنه واقعا خالصا مخلصا، خب اینو تأیید نکنن، این رو پشتیبانی نکنن، البته نه از این سن پشتیبانی هایی که فکر کنیم حالا یه چک مینویسن میان میدن در خونه، نه اینا نیست، شکل شکل دیگریست، منتها اینا همه مبتنی بر اینه که انسان از این یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا فاصله بگیره. یعنی فکر نکنه این واقعیت حیات همین پوسته ظاهریست که ما میبینیم، بیش از این چیز دیگری نیست. بله. فکر کنه این صفحه تلویزیون فقط همین صفحه تلویزیونه، هیچی دیگه نیست. درسته. نخیر، صدها آنتن، ده ها نمیدونم فرستنده، نمیدونم مدیر تولید، کارگردان، اینا پشت صحنه هستن که این اتفاق میفته. حالا این یؤمنون بالغیب که اتفاقا در تفسیرش هم وارد شده که یکی از این لااقل مصداق بزرگی از این ایمان به غیب، ایمان به وجوده ولی خدا و خلیفه خدا امام عصر در روی زمینه. بله زیاد حرف زدیم دیگه. متشکرم از شما حضرت استاد. البته این بحث بحثی است که باید به اون دل داد و نکات رو شنید و اون نکات رو واقعا در کفه، در کنار عقل، در کفه گذاشت که انسان ببینه که آیا امامی که در پرده غیبت هست خداوند میشه این قدرت رو به اون امام داده باشه یا خیر، و آیا خداوند متعال در دورانی که پیامبران دیگر و حجت‌های الهی دیگر در پرده غیبت بودند آیا چنین قدرت‌هایی رو به اونها داده بود، چنین تصرف‌هایی رو به اونها داده بود یا خیر؟ اگر برید مراجعه بکنید به قرآن کریم، به تاریخ، به احادیث صحیح و روایات، این رو خواهید دید که این مسئله هم فقط مختص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. اما ما با شما باز هم صحبت خواهیم کرد و مخصوصا در رابطه مرجع دینی و سیاسی مردم که قاعدتا امام معصوم یکی از اون مسائلی که باید داشته باشند و جزء وظایف امام هست همین مرجعیت هست، و این مرجعیت در زمان غیبت با واسطه انجام میشه و به چه گونه این واسطه شناخته میشه و به چه گونه ای امام عصر این واسطه رو تایید میکنن، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد، هرچند امشب هم حضرت استاد نکات بسیار ظریفی رو برای ما فرمودن. شما هم نظرات خودتون رو در این رابطه برای ما بفرستید، سوالات خودتون رو بفرستید، ما رو کمک بکنید بحثی رو ارائه بکنیم که انشالله به اون حقایقی که در پرتو این بحث هست انشالله برسیم و ازش استفاده بکنیم. اما کم کم بریم سراغ تلفن هایی که شما بزرگواران زدید و عزیزانی که روی خط تماس ما قرار گرفتن. اولین عزیز ما
جناب آقای علوی از ورامین هستن. من عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر ایشون. دوستان به من فرمودن آقای علوی قد شدن. جناب آقای صادقیان از شاهرود، سلام علیکم، بفرمایید. جناب صادقیان صدای بنده رو دارید؟ بله. جناب آقا مجید از اهواز، ظاهرا این دوستان زیاد روی خط ماندند، حالا یه تلفن قطع شده یا اینکه دوستان دیگه صبرشون تمام شده و قطع کردن. آقا مجید از اهواز عرض سلام و ادب و احترام. سلام آقا، حال شما خوبه ان شاء الله؟ ممنونم، خسته نباشید. بفرمایید آقا مجید، محضر شما. آقا سوالم هم در مورد حضرت آقا بود که 313 نفر از علما هستن یا از عامه مردم؟ بله، در رابطه با بحث اصلی ما نکته ای رو ندارید؟ در رابطه با فواید امام در پرده غیبت آیا شما سوالی رو ندارید؟ فعلا سوال من همین بود. این اصحاب بعد از قیام یمانی هستن و یمانی و خراسانی هستن یا؟ درسته، سوال شما کاملا معلوم هست. چشم، من از حضرت استاد خواهم پرسید و با شما خدافظی میکنم، چون سوالی نیست که لازم باشه پشت خط حضرت عالی بمانید. سپاسگزارم. حضرت استاد، 313 نفری که از یاران حضرت هستند و در از سردمداران لشکر حضرت هستند، این 313 نفر اولا مال زمان معاصر هستند یا اینکه از ابتدا میتونن تا به حال باشند کسانی که جزء این 313 نفر هستند، و آیا همشون از علمای دین هستند یا اینکه از اشخاص عادی هم در این 313 نفر هستند؟ عرضم حضور شما که ما دلیلی نداریم که اینا همشون از علمای دینه، چون اولا اصحاب یاران حضرت محدود به اینا نیستن، اینا اون حلقه اول هم هست و حتی حلقه دومی در خود مکه پس از اعلام قیام حضرت که 10,000 نفر اینها هستن، اینا حلقه دوم هست. و حلقه های دیگر که میلیون ها نفرن که در صد تا سر جهان هستند. لذا یاوران حضرت محدود به اون 313 نفر نیستن و اون 313 نفر هم ما نمیم، شاید از علما هم بینشون باشن، ولی این دیگه برای ما تبیین نشده که حالا مثلا چند تاشون فرض کنید از علما. در بعضی از روایات اسامی آمده و اینها، خب اسامی دیگه این معلوم نیست که این از مثلا فرض کنید طایفه علماست که ما امروز به اون عنوان میشناسیم. مسلم اینا همه اهل علم هستن، یعنی همشون در صفاتشون از دانش‌های بالا برخوردارن. اما حالا این اصطلاح علما که میگیم، یعنی آیا در این زی و در این مثلا خصوصیات سری که مثلا روحانی باشن، شاید باشن شاید نباشن، ما از این مسئله بی اطلاع. و آیا از معاصرین هستن یا از متأخرین؟ ببینید این ترکیب این 313 نفر، برخی از اینا از رجعت کنندگان هست، برخیشون از کسانی هستند که چه بسا همه همکنون هم با حضرت هستند. بله، مثلا جناب خضر یا اون عده‌ای که در روایات هست که 30 نفر با حضرت هستند. خب اینها جزو اصحاب حضرت هستند، ولی اینکه همه این 313 نفر مثلا الان هستند و همینجور تا زمان، نه این معلوم نیست، ولی برخی از اینا الان هم با حضرتن، برخشون رجعت میکنن، یعنی اصلا از اون عالم میان به این عالم برای یاری حضرت، و عده‌شون هم در همون زمان اینا تکوین پیدا میکنن، یعنی در همون زمان ظهور اینها به ظهور میرسن، خلاصه یعنی به این معنا که تربیت میشن، بالنده میشن و به اون استعداد هست. بسیار خوب، متشکرم. بریم سراغ جناب آقای راحتی زاده از تبریز. جناب راحتی زاده عرض سلام و ادب و احترام. خواهش میکنم. از نیریز البته به من فرمودن، ببخشید. بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و استاد بزرگوارم. بزرگواری، بفرمایید سوال خودتون رو. خواهش میکنم. خواستم در خصوص ارتباط با امام اثر و آنها فدا عرض کنم نظر استاد محترم رو بخوام که چرا اغلب علما مثلا جبهه نمیگیرن وقتی که بعضی از افراد دمش ارتباط با استفاده ابزاری از مقدسات دارن و ارتباط با امام عصر اعلام بعضی از مسئولین دور قبل دیدیم، مشاهده کردیم که میگفتن افراد از منحرفین افرادی بودن، افکاری داشتن، اینا چرا جبهه گیری نمی کردن توی راستا؟
و حضرت استاد باشید پشت خط، این بحث بحثی است که نیاز هست خود حضرت عالی باشید. بله حضرت استاد بفرمایید. اولا که جبهه‌گیری هم اگر ببخشید فرد یا مثلا زنی یا کسی ارتباط با امام زمان انجام ارتباط اعلام ادعا بکنه، بله جون قرار میگیره و دادگاه و اینا، اما علما اگر کسی مثلا یه دار کنه اون هیچ گونه بحثی نیستش، تمام قبول میکنن ازش. حالا البته این قضاوتی است که شخص شما کردید، اجازه بدید ببینیم که حضرت استاد چه نظری دارن. عزم بزرگ شما که اولا علما موضع‌گیری میکنن تو نظراتشون، حالا ممکنه موضع‌گیری بنده نفهمم ولی هم در نوشته هاشون هست، شما حالا در نوشته های بزرگان مراجعه کنید، نسبت به کسانی که ادعای ارتباط اختیاری با حضرت میکنن همه گفتن اینا رو انکار کنید، و در مواردی هم که از اونها خواسته بشه گفت میگن. و من در همین حوادث گذشته باید عرض بکنم، مثلا حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی هم موضع گیری کردن، هم گفتن، هم سر درس، هم عرضم بزرگ شما که، و علمای دیگه هم همینطور، منتها گاهی ما بی اطلاعیم از اون طرف هم. اگر بنا بشه حالا هر کسی هر گوشه هر ادعایی میکنه، فقط به اصطلاح اینها بشینن هی فقط تکذیبیه صادر بکنن، و هر روز باید تکذیبیه صادر بکنن، خب یه ملاک کلی میدن، میگن آقا اگر کسی ادعا کرد ما با امام عصر ارتباط اختیاری داریم اون رو انکار کنید، تکذیب کنید. این بحثیست که همه علما دارن و معیارش رو بیان کردن. اما اون نکته دوم که اگر علما ادعا بکنن، ما هیچ عالمی رو سراغ نداریم که همچین ادعایی کرده باشه، مثل اینکه ادعایی که مثلا حالا اون خانم بگه من همسر امام زمانم، اون بگه من فرزند امام زمانم، اون بگه من عرضم بزرگ شما که هر وقت بخوام با حضرت تماس برقرار میکنم. ما اصلا عالمی رو به این شکل نمیشناسیم. عالم باشد، ممکنه یه وقت کسی اشتباهاً تو لباس خلاصه مبدل عالم نما، ممکنه یا کسی فکر کنه هر کس مثلا اگر لباس روحانیت پوشید اینم جزء علماست، این که نیست که. ما وقتی میگیم علما، این علما یه تعریف داره، یک نظام داره، نه اینکه هر کسی. بنابراین ما همچین عالمی رو نمیشناسیم که ادعای ارتباط اختیاری با امام عصر کرده باشه. و عرضم بزرگ شما که بله، برخی از علما تأکید رو دوباره بفرمایید، اختیاری بله، بله. اشتباه نشه، مثلا شیخ مفید رو کسی نیاد اینجا بله. بیاره بگه که آقا پس اون دیدار شیخ مفید با امام زمان چه هست بله. یا علمای بزرگ بله، اختیاری یعنی این که من خلاصه هر وقت بخوام با امام زمان ملاقات میکنم بله. این اختیاری یعنی این. اما اینکه مثلا در یه واقعی امام عصر عنایتی کرده باشن، در خواب، در بیداری، به صورت ناشناس، اینا چیزهایی که اتفاق افتاده، کما اینکه برای مردم هم اتفاق میفته، و علما هم این موارد رو انکار کلی نکرده اند. البته اثبات اینها هم دلیل میخواد بله. یعنی ما هر کس که بیاد یه ادعا بکنه، این ادعا همین رو هم نمیخواد. اگر کسی بخواد ازش سوء استفاده بکنه اصلا میفهمیم دروغه. دروغ ببینید، این مطالبی است که معیارش اینه. اصلا شما بدونید این عوالم به اصطلاح این نوع معرفت ها، این نوع دسترسی ها، عوالمی است که اگر کسی به زبان آورد و ادعا کرد این معلوم میشه در دکونه، یعنی خودش قرینه عدم صحتش هست. حالا بعضیا بعد از فوتشون، بعضیا بعد از سالها، بعضیا رو دیگران بیان کردن که اینا مواردش نادره، کم هست، یعنی اون مواردی که ممکنه اتفاق زیاد باشه، اما اون مواردی که انسان بتونه مطمئن بشه و با معیارهای صحیح از نظر گوینده، از نظر ناقل، از نظر سند، از نظر قرائنی که در موضوع هست، خب اینا محدوده و هیچ وقت هم اختیاری نبوده. اختیاری هم نبوده. بله بسیار خوب. من این نکته رو هم خدمت دوست عزیزمو عرض بکنم. ببینید اصلا این که می‌فرمایید علما بیاین در این رابطه صحبت کنن، علما
روات احادیث هستند. ما در احادیث مختلفی داریم که کسانی که وقت تعیین کنند، کسانی که ادعا بکنند با حضرت هستند، کسانی که حتی در توقیع از خود حضرت داریم. من الان نگاه میکردم در احتجاج جلد 2 صفحه 478، در بهار الانوار جلد 51 صفحه 361، در غیبت طوسی صفحه 395 و در کتاب‌های دیگه هم آمده که حضرت فرمودن هر کس ادعای مشاهده کرد قبل از خروج سفیانی یا صحیحه آسمانی او کذاب مفتره. و این یک چیز معلوم و مسلمی هست دوست عزیز و بزرگوار، فرقی نمی‌کنه بین علما و مردم عادی. اگر کسی ادعای دیدن اختیاری امام را کرد، بدانید این فرد کذاب هست. این که حالا میفرمایید یه حکومتی با اینها برخورد کنه برخورد نکنه، ما اینجا شبکه دولتی و حکومتی نیست، کاری به این مباحث نداریم. این تفسیر شخص حضرت عالی است که شاید یه کسی یه کاری رو کرده برخوردی شده یا برخوردی نشده، اینا مسائل حکومتی است. ولی اصل موضوع این است که ما باید بدانیم که اون فرد فرد کذابی است و خدای نکرده تحت اون احساسات قرار نگیریم که از این کذاب بتونه از ما سوء استفاده بکنه. خب دوست عزیزم اگر نکته ای دارید بفرمایید تا با شما خداحافظی کنیم. آیه راحتی زاده، خب ظاهرا آیه راحتی زاده قطع شدن. بریم سراغ آقا محمد عزیز از کردستان. آقا محمد عرض سلام و ادب و احترام. سلام علیکم حاجی آقا، حال شما خوبه انشالله؟ زنده باشی، ممنون. آقا محمد از عزیزان اهل سنت هستید؟ من از کردستان، استان کردستان، شهرستان مریوان مزاحم میشم. بله، از شافعی مذهب ها هستید؟ بله بله بله. خب بله، بزرگوارید، محضر شما هستیم، بفرمایید. حاجی آقا خیلی وقت برنامه شما رو دنبال میکنم، تمنا میکنم. بعد تو کتاب های اهل کسانان هم خوندم که امام مهدی به این شکلی که شما مثلا معرفی میکنی وجود داره. بله، من اینو کاملا باور دارم. چند شب پیشم یه خواب دیدم، خواستم ببینم آیا واقعا این خواب در حد اینه مثلا بگم این امام مهدی بوده دیدم یا این که فرد خب دیگری. ببینید دوست عزیز و بزرگوار من، من ممنونم از اینکه شما بیننده شبکه جهانی ولایت هستید و این نشون میده که شما به دنبال حق و حقیقت هستید. ما کاری به این نداریم این شبکه مال شیعیان هست یا مال اهل سنت هست، این شبکه همه مسلمانان جهان هست و ما مباحثی هم که ارائه میکنیم با احترام به عقاید همه مسلمانان ارائه میکنیم، مخصوصا در بحث مهدویت که عقیده مشترک بین ما و عزیزان اهل سنت هست. خواب، ما بارها در این برنامه عرض کردیم، خواب حجت نیست، اما امکان داره در خواب شما نکاتی باشه که برای خود شخص شما نکات مورد استفاده باشه. لذا در یک رسانه جمعی که میلیون ها نفر بیننده داره انسان خواب رو مطرح نمی کنه. شما بزرگواری بفرمایید با دفاتر مراجع، با جاهایی که امکان داره شما رو بتونن راهنمایی بکنن، معبرینی که در سطح دنیا هستن، در قوم مقدس هم هست، شما مراجعه بکنید یا تماس بگیرید و خوابتون شخصی خودتون رو تعبیر بکنید، زمانش رو بگید، مکانش رو بگید، به چه صورت بوده. انشاءالله عزیزان محضر شما خواهند گفت. اما اصل موضوع که شما نسبت به مهدویت اعتقادی بسیار قوی تر پیدا کردید رو ما ازش خدا رو شکر میکنیم. و اگر سوالی دارید حضرت عالی در رابطه با شبهاتی که قبلا داشتید، اون سوال رو بفرمایید تا حضرت استاد جواب بدن. آیا باشه؟ بفرمایید. عذر میخوام. بله بفرمایید. آیا میشه زمانی مشخص کرد مثلا بگید چند سال، مثلا 100 سال، 10 سال امام مهدی میتونه؟ ببینید در خود روایات داریم کذب الوقاتون، هر کسی زمان برای ظهور معلوم بکنه دروغگوئه. درست. حالا هر کس میخواد باشه، ما نشانه مطرح میکنیم ولی زمان برای ظهور به هیچ عنوان مطرح نمیکنیم. هر کس گفت امام زمان فلان تاریخ میان، فلان وقت میان، سیدی درست کردن، کارهای دیگه انجام دادن، شما بدونید اینها کذاب و دروغ هستن. خب آخه تو کتابهای ما نوشته، کتابهای اهل سنت مطرح بله. میکردم میگه حضرت مهدی مثلا نزدیکای همدان ظهور میکنه. خب این که دلیل نیست که چه وقت ظهور میکنه. وقتشون نگفته ولی گفته اطراف همدان مثلا یه فردی به نام محمد مهدی ظهور میکنه.
بسیار خوب حضرت استاد. بله ببینید، این که خب حضرت ممکنه جاهای مختلفی بعد از اون ظهور اصلیشون مثلا جاهای مختلف برن، مثلا بگن آقا در کوفه حضرت ظهور کردن، در بیت المقدس ظهور کردن، اینا قابل جمعه. بله. ولی یه نکته هست توجه بکنیم که در روایت وارد شده که حضرت موسی کلیم علی نبی ناو علیه السلام ظهور نکردند مگر بعد از آن که 80 موسای دروغین ادعا کردند که ما اون موسا هستیم. بله. ما این همه که راجع به نشانه های حضرت، نشانه های ظهور، نشانه های حتمی، نشانه های غیر حتمی صحبت میکنیم، برای همینه که خدای نکرده ادعاها، اکاذیب، اوهام، خیالات با حقیقت مخلوط نشود. و این مطلبی است که عرض کردم مدعیان، این شاید کسانی که در طول تاریخ غیبت ادعا کردند که ما همون امام عصر هستیم، اونا صدها نفرن. بله. و گاهی مثلا در همین زمانهای ما ده ها نفر اینا یه چنین ادعایی کردن، حالا یا دیوانه بودن یا اینکه دنبال مطامعی بودن، دنبال اهدافی بودن، یا حتی دنبال تخریب دین، چون ما از این موارد هم داشتیم که کسانی که معتقد اصلا به دین نیستن و به اسلام نیستن، برای تخریب اسلام یه همچی کارهایی کردن و گفتن. بنابراین ما اگر بخوایم قضاوت صحیح و معرفت صحیح داشته باشیم، باید مطالعه منابع صحیح رو بکنیم و در کتب اهل سنت هم اتفاقا فراوان این مطالب بیان شده و میتونن مراجعه بکنن و این آثار رو ببینن. بسیار خوب بزرگوار، اگر نکته دیگری ندارید با شما خدافظی کنیم. قربان، ممنون، لطف کردید. خداحافظ. ممنونیم از حضرت عالی که با شبکه خودتون، شبکه ولایت، تماس گرفتید. خب دوستان اتاق فرمان، فرصت ما بسیار اندک هست و اگر اجازه بفرمایید دیگه با دوستانی که اسامی رو برای من ارسال کردید از این بزرگواران عذرخواهی بکنید تا ما پایانی برنامه هم جمع‌بندی داشته باشیم و محضر بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای رو به اتفاق ببینیم، بعد از اون ما محضر شما خواهیم بود با بخش پایانی. نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو. فرود آمدنت را چقدر بیتابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که در زمان غیبت حضرت قائم را که از فرزندان من است انکار کند، همانند مردگان جاهلیت مرده است. بهار الانوار جلد 51 صفحه 73. البته قریب به این مضمون در کتاب‌های مختلف از جمله کتب معتبر اهل سنت آمده و ما باید عنایت داشته باشیم که امام زمان خودمون رو بشناسیم تا به مرگ جاهلیت از دنیا
نریم. اما حضرت استاد مباحث خوبی رو امروز حضرت عالی فرمودید و بینندگان عزیز هم استفاده کردن، هرچند هیچ کجا در شبکه‌های مختلف مخصوصا شبکه‌های معاند و مخالف ما نمی‌بینیم که چنین آزاداندیشی وجود داشته باشه که مجری برنامه آزادانه شبهات مختلف و سوالات مختلف رو از استاد بپرسه و استاد پیرامون اونها توضیح بده، مجری اشکال بتراشه، اشکال کنه، چون مجری نماینده بینندگان عزیز هست. و برخی از مواقع هم این شبکه‌های وهابی از این مسئله سوء استفاده می‌کنن. همین برنامه قبلی ما رو یکی از این شبکه‌های وهابی، البته اینها دیگه متاسفانه به کارشون به جایی رسیده که حالت عادیشون رو از دست دادن، برنامه رو پخش می‌کنن و با برنامه در حال پخش مناظره می‌کنن. 3 دقیقه به ما وقت می‌داد، 3 دقیقه به خودشون وقت می‌داد. اما کار به اونجا رسیده که آیون اعلام می‌کردن که آقا ما نمی‌دونیم چرا اینها نکاتی رو میگن که سوالات ماست. حالا ما به این آقایون میگیم که شیعه دین منطق و استدلاله، هر سوالی رو شیعه میپرسه، جواب بهش میده و شیعه اعتقادات خودش رو کلن تقلیدی به دست نمیاره، اعتقادات خودش رو تحقیقی به دست میاره. ما کلام آخر شما رو در این برنامه بشنویم، انشاءالله خدا توفیق بده در برنامه های بعدی هم مصدر شما هستیم. بله، سخن آخر این که سنن الهی پایدار است، حجت الهی زنده است، وظایفی بر عهده اوست و شناخت او بر ما واجب است. بله، البته این شناخت نه به معنای شناخت شخصی است، شناخت همین مقام، شناخت همین رتبه، شناخت همین جایگاه و شناخت وظائف ما در قبال حجت خداست که نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. و مسلم مقصودی نیست که از امام زمان حاکمان کشورها و نمیدونم اینا که ربطی به دین بسیاری مواقع نداره. مثلا حالا فرض بفرمود مردمی که در فلان کشور هستند، اصلا خارج از دین، حالا این امام زمانش یعنی اون حاکم اون کشور و این برخی از حاکمان، آیا این مصداق پیدا میکنه برای مردن به جاهلیت؟ بله بله، و حتی حاکمایی که تو کشورهای اسلامی هستن، صدام هم یه وقت حاکم یه کشور بود، لابد اونو باید شناخت و الا به مرگ جاهلی مرده. خب مسلح، پس چیه معناش؟ بله، و بنابراین سعی کنیم که به این حدیث نبی مکرم اسلام عمل کنیم، کما اینکه بسیاری از علما و بزرگان اهل سنت به این عمل کردن، کتابها نوشتن، سخنها گفتن، تحلیلها کردن. امیدواریم که خداوند همه ما را به حق و حقیقت راهنمایی کند. سپاسگزارم از اینکه امروز و امشب وقت خودتون رو به ما دادید و ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید با روایتی از امام صادق علیه السلام امروز برنامه رو به پایان ببریم که در بهار الانوار جلد 52 صفحه 146 آمده. امام صادق به زراره فرمودند: اگر زمان غیبت را درک کردی، این دعا را همیشه بخوان: خدایا خودت را به من بشناسان، چون اگر خودت را به من نشناسی، پیامبرت را نخواهم شناخت. خدایا رسول خودت را به من معرفی کن، چون اگر رسول تو را نشناسم، حجت تو را نخواهم شناخت. خدایا حجت خود را به من معرفی کن، زیرا اگر حجت تو را نشناسم، از دین خود گمراه می شوم. اللهم اجل ولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی. به طه به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهران.
چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هازاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اشراف، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصف کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما در این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی